IELTS Listening Tips and Tricks بند 9 میخوام توی این ویدیو تمام تیپس and تریکس هایی که برای گرفتن بند 9 در IELTS Listening بهش نیاز دارین رو طبقه بندی بکنم و بهتون بگم بچه ها IELTS Listening یکی از مهارت که شما میتونید توی آزمون IELTS نمره کامل ازش بگیرین یعنی بند 9 بگیرین ازش و توی این ویدیو میخوام بهتون بگم چجوری حتی اگر متوجه اون ویس نشین نفهمین در مورد چی داره صحبت میکنه و یا حتی کلمه ای رو متوجه نشین چجوری تا جایی که ممکنه بیشترین نمره رو توی آیلتس لیسنینگ بگیرین در واقع به کمک تیپس و تریکس هایی که وجود داره میخوام بهتون بگم چجوری میشه حد نمره رو توی آیلتس لیسنینگ گرفت

در پایان ویدیو هم میخوام یه جمبندی براتون بکنم و بهتون بگم که اگر این تیپس و تریکس ها رو رعایت بکنین و در واقع یه نکته طلایی که در آیلتس لیسنینگ وجود داره که همه کاندیداهایی که بند ناین گرفتن توی آیلتس لیسنینگ دارن رعایتش میکنن رو میخوام براتون توضیح بدم و بهتون بگم اگر این نکته طلایی رو توی آیلتس لیسنینگ رعایت بکنین صد صد نمره بند ناین میگیرین اول از همه میخوام از اول شروع بکنم بهتون بگم فرمت آیلت لیسنینگ چجوری هستش توی آزمون آیلت فرمت آیلت لیسنینگ به این صورته که بچه ها اولا سوالات آیلت لیسنینگ چهل تا سوال هستن یعنی شما باید به چهل تا سوال جواب بدین زمانی که برای آیلتس لیسنینگ در نظر گرفته شده سی دقیقه است یعنی توی سی دقیقه باید به چهل سوال جواب بدین این چهل سوال به ده تا س... به چهار پارت ده سوال تقسیم میشن یعنی پارت وان، پارت تو، پارت تری و پارت فور هر کدوم از این پارت ها ده تا سوال دارن نکته که خیلی مهمه توی آیلس لیسنینگ باید بدونید همونطور که پارت به پارت جلو میریم سوال ها هم سخت تر میشن یعنی سوالات پارت وان آیلت لیسنینگ از همه پارت ها ساده تر هستن سوال های پارت تو آیلت لیسنینگ از پارت وان سخت تر هستن اما از بقیه پارت ها ساده تر هستن و به همین ترتیب ما همینجا یه نکته طلایی رو میتونیم بگیریم در واقع یه تیپس اند تریکس رو میتونیم اینجا برای آیلس لیسنینگ در نظر بگیریم وقتی سوال های پارت وان آیلس لیسنینگ از همه ساده تر هستن پس ما اونقدر باید سوال های پارت وان آیلس لیسنینگ رو تمرین بکنیم که هر ده تا سوالش رو درست جواب بدیم چرا؟ چون سوالات بعدی سختتر هستن و زمانی که شما ده تا سوال پارت وان آیلس لیسنینگ رو درست جواب بدین احتمال اینکه که نمره هفت و بالاتر از هفت توی آیلس لیسنینگ بگیرین خیلی زیاده پس همینجا یکی از نکات طلایی برای آیلس لیسنینگ اینه که پارت وان رو اونقدر تمرین کنید اونقدر تکرار کنید که به ده تا سوالش درست جواب بدید که بتون نمره بالایی بگیرین <applause> بچه اگر میخواین توی آیلس لیسنینگ نمره هفت بگیرین حداقل باید سی تا سوال رو درست جواب بدین اگر میخواین نمره هشت بگیرین توی آیلس لیسنینگ باید سی و پنج تا سوال رو درست جواب بدین پس میبینید فاصله بین 7 و 8 فاصله خیلی زیادی نیست و بنابراین ما این نتیجه رو میگیریم چون سوالهای پارت 3 و پارت 4 آیلتس لیسنینگ سختتر از بقیه پارت ها هستن ما باید یکی تمامی سوالات پارت 1 رو درست جواب بدیم و پارت 2 هم اکثر سوالاتش رو درست جواب بدیم حالا بریم ببینیم نکته بعدی بچه ها کلن ما یا آیلتس کاغذی داریم و یا آیلتس کامپیوتری تفاوت اینا چیه؟ توی آیلتس کاغذی شما یه کوئسشن شیت داری یه انسر شیت داری زمانی که داری به ویس گوش میدی توی اون کوئسشن شیت جواب ها رو تیک میزنی مینویسی علامت گذاره میکنی و در پایان آزمون آیلتس ده دقیقه به شما فرصت داده میشه که جواب ها رو به انسر شیت منتقل بکنیم که اون ده دقیقه کاملا کافی برای این کار زمانی کمی نیست اما توی آیلت کامپیوتری چون توی همون قسمتی که سوال ها وجود داره همونجا جواب رو وارد میکنید دیگه پایان آزمون ده دقیقه برای منتقل کردن جواب ها وجود نداره دو دقیقه در انتهای آزمون آیلت لیسنینگ بهتون وقت میدن اون هم برای چک کردن جواب ها یه تفاوت بزرگ دیگه بین آیلتس کاغذی و آیلتس کامپیوتری وجود داره و اون اینه که توی بعضی از سنترها نه همه سنترها مخصوصا سنترهای خارج از کشور زمانی که آیلتس کاغذی میدی توی پارت آیلتس لیسنینگ هدفون به شما نمیدن و صدا رو توی اون سالن خیلی بزرگ با اون همه آدم پخش میکنن و این باعث میشه چون شما هدفون نداری بعضی از کلمات رو خوب نشنوی اما توی آیلت کامپیوتری به شما هدفون میدن و باعث میشه همه ی کلمات و جملات رو خیلی واضح بشنوی پس یکی از تفاوت های بزرگ آیلت کاغذی با آیلت کامپیوتری توی بخش آیلت لیسنینگ این هستش بچه ها آیلتس لیسنینگ سخته چون زمانش کمه یعنی چی؟ شما خیلی از وقتا پیش میاد که ویس رو که پلی میکنی کل ویس رو میفهمی مفهوم رو میفهمی کلمات رو میشنوی ولی نمیتونی جواب بدی به سوالات به این دلیل نیست که شما متن رو نفهمیدی اون ویسی که پخش شده رو نفهمیدی به این دلیل که شما زمان نداری پس توی این ویدیو میخوام بهت بگم چه جوری زمانت رو مدیریت کن که اگر مشکل زمانت رو حل کنی کلا مشکل آیلتس لیسنینگ رو تا حد بسیار زیادی حل کردی <تصفح> بریم ببینیم نکته بعدی بچا من اومدم سوالهای آیلتس لیسنینگ رو دسته به دسته میخوام براتون توضیح بدم اما میخوام از سخت ترین سوال ها در آیلتس لیسنینگ شروع بکنم بچا سخت ترین سوال ها در آیلتس لیسنینگ چرا میگیم این سوال ها سخت از همه توی آیلتس لیسنینگ چون طولانی ترن و شما زمانی برای خوندن اونها نداریم حالا میخوایم مشکل زمان رو برای سخت ترین سوال ها در آیلتس لیسنینگ حل بکنیم بریم ببینیم سخت ترین سوال ها در آیلتس لیسنینگ کدوم سوال هستن بچا سخت ترین سوال ها های مالتیپل چویس و سوال هایی هستن که جای خالی دارن سوال های مالتیپل چویس اگه نمی دونید کدوم سوال ها هستن همون سوالی سوال هایی هستن که یه سوال میپرسه و سه تا آپشن به شما میده و معمولا سوال کوتاه آپشن ها خیلی بلنده و در مورد هر سه تا آپشن هم صحبت میکنه و شما باید جواب درست رو انتخاب کنید یه مدل دیگه سوال مالتیپل چویس داریم یه سوال میده شش تا گزینه میده از شما میخواد دو تا یا سه تا از اون گزینه ها رو انتخاب بکنید اونا هم جز سختترین سوال های آیلز لیسنینگ هستن اما سوالات جای خالی کدوم سوال هستن سوالهای جای خالی یا توی پارت چهار میان معمولا پارت چهار سوالهای جای خالیه یک کلمه یا دو کلمه رو جای خالی میده که شما باید اون کلمه رو بنویسین و سوالهای پارت وان هم معمولا همش دیگه جای خالی یعنی تقریبا ده تا سوالش جای خالیه که شما باید بنویسین اما نوع سوال های جای خالی پارت وان آیلز لیسنینگ با نوع سوال هایی که توی پارت فور آیلز لیسنینگ هست خیلی با هم فرق میکنه که الان دقیقا بهتون میگم منظورم چیه اول از همه بریم ببینیم سوال مالتیپل چویس توی آیلز لیسنینگ چه تیپس اند تریکس هایی براشون وجود داره که ما باید به کار ببندیم که وقت کم نیاریم اول از همه ما سعی کن از پارت وان شروع کردیم شروع به آزمون کردیم و آیلس لیسنینگ رو داریم میدیم پارت وان که تموم میشه به شما میگه سی ثانیه فرصت دارید که جواب هاتون رو چک بکنید به هیچ عنوان توی این سی ثانیه شما نمیری جواب پارت وان رو چک بکنید شاید این مهمترین و بزرگترین نکته باشه که توی آیلس لیسنینگ باید بدونی یعنی راز موفقیت در آیلتس لیسنینگ اینه که زمانی که اون سی ثانیه رو به شما گفت که برو سوال جوابات رو چک کن شما جوابها رو چک نکنی شما سریعا به پارت بعدی میری و شروع به خوندن سوال های پارت بعدی میکنیم فرض کن سوال های پارت بعدی سوال های مالتیپل چویس هستن معمولا یک سوال نوشته شده با سه تا آپشن شما سریع سوال رو میخونی میفهمی که سوال چی گفته و چی از شما میخواد و سریع سه تا گزینه رو هم میخونی وقتی که سه تا گزینه رو خوندی کلمات رو هایلایت میکنی اگه آزمونت کاغذی باشه که راحته اگه آزمونت کامپیوتری باشه که متاسفانه این امکان وجود نداره شما پس برای هایلایت کردن کلمات کلیدی توی آزمون کامپیوتری فقط باید ذهنتو متمرکز کنی روی اون کلمات کلیدی و سوال مالتیپل چویس رو از اول تا به آخر هم سوال هم گزینه ها رو میخونی هایلایت میکنی کلمات کلیدی رو و بعد تا هنوز ویس پلی نشده برمیگردی سوال اول و دوم رو دوباره میخونی دو تا سوال رو دوباره میخونی برای اینکه ویس شروع شد انتظار شنیدن اون چیز رو داشته باشی پس یکی از تیپس اند تریکس های دیگه برای آیلز لیسنینگ اینه که سوالات مالتیپل چویس رو که خوندی تموم شد دوباره سری تا وویس پلی نشده برگردی دو تا سوال اول رو بخونی تا بدونی انتظار شنیدن چه چیزهایی رو داری بچه توی سوال های مالتیپل چویس آیلز لیسنینگ اون سه تا آپشنی که به شما میده و شما باید گزینه درست رو انتخاب کنی توی وایس در مورد هر سه تا گزینه صحبت میکنه حواست باشه فکر نکن اگه کلمه کلیدی یک گزینه رو شنیدی جواب اونه نه کلمه کلیدی سه تا گزینه رو میگه توی مالتیپل چویسا باید حواست باشه دو تا گزینه رو همیشه نقض میکنه و گزینه بعدی میشه جواب شما چجوری نقض میکنه شما باید توی سوالهای مالتیپل چویس آیل حواستون به کلماتی مثل بات هاو یا مثلا این سپایت آو یا همچین کلماتی که نقض میکنن باشه پس کلماتی با مثل بات however دیسپایت حواستون به این کلمات توی مالتیپل چویس آیلز لیسنینگ باشه همینا باعث میشه که اون جمله قبلی رو نقضش کنه پس سوالات مالتیپل چویس رو قبل از شروع ویس میخونی چجوری میخوای زمان رو مدیریت بکنی خیلی هاتون میگین سوالهای مالتیپل چویس گزینه هاش بلنده ما نمیرسیم بخونیم سی ثانیه رو که برای چک کردن پارت قبل بهتون میده رو با سی ثانیه که میگه سوالهای همین پارت رو بخون ترکیب میکنی میشه یک دقیقه میرسی تمام سوالات رو بخونی یک دقیقه زمان بسیار خوبی هستش همه سوالات هم سوالات هم گزینه ها رو میخونی کیورد ها رو در میاری دوباره برمیگردی سوال اول و دوم رو میخونی برای اینکه بدونی منتظر شنیدن چه چیزی باشی معمولا پارت سوم سوالات مالتیپل چویس هستن خب یه مدل سوالات سخت دیگه توی آیلتس لیسنینگ گفتیم سوالات جای خالی هستن حالا بریم ببینیم سوالات جای خالی کدومن بچا سوالات جای خالی همونا هن که توی سوال میگه مثلا بیشتر از دو کلمه و یک عدد ننویس یا میگه بیشتر از یک کلمه و یک عدد ننویس اونا سوالات جای خالی هن. اول از همه تیپس اند تریکسی که برای سوالات جای خالی وجود داره اینه که دقت کنی گفته یک کلمه بنویس دو کلمه بنویس آیا مجازی عدد بنویسی به این خیلی دقت کن به ورد لیمیتیشن خیلی دقت کن <coughs> خب نکته طلایی برای جواب دادن به سوالهای جای خالی توی آیلتس لیسنینگ اینه که شما اون جمله‌ای که نوشته شده رو بخونی و حدس بزنید در جای خالی چه کلمه‌ای مورد نیازه منظورم چیه از اینکه میگم چه کلمه‌ای مورد نیازه مثلا توی اون جای خالی باید یک فعل بنویسی نیاز داری یک فعل بنویسی نیاز یک اسم بنویسی نیاز یک صفت بنویسی بچه ها به جرأت میگم اگه توی سوالهای جای خالی نتونی حدس بزنی چه کلمه ای چه نوع کلمه یعنی ورب اسم ناون ادجکتیو ندونی قرار چه نوع کلمه اونجا بنویسی نمیتونی به سوالهای جای خالی جواب بدید پس شما باید حتما بدونی در اون جای خالی چه کلمه ای قرار قرار بگیره adjective قرار قرار بگیره اسم قرار قرار بگیره نون قرار قرار بگیره اه یا اه ورب قراره اونجا بذاری پس اول از همه و نکته طلایی برای جواب دادن به سوال های جای خالی توی آیلتس لیسنینگ اینه که بدونی در اون جای خالی چه نوع کلمه قراره اونجا بنویسیم دوم که اون کلمه ای که می نویسیم مفرد یا جمع نگاه کن به جملت ببین نشانه هایی از مفرد داره مثلا یک ا قبل جای خالی گذاشته یا یک ان قبل جای خالی گذاشته یا اگر جمع کلمه جمع رو نوشتی دوباره اون جمله رو بخون ببین از لحاظ گرامری اون جمع بهش میخوره یا اشتباهه پس حواست به کلمه مفرد و جمع باشه جمله غلط نشه با اون کلمه مفرد یا جمع نکته بعدی توی سوال جای خالی در آیلتس لیسنینگ تلفظ عدد صفره بچه ها توی پارت وان آیلتس لیسنینگ شما احتمال خیلی زیاد لازم دارین که یه شماره تلفن رو بنویسین اون شماره تلفن رو میخونه و شما مینویسین بچه ها تلفظ عدد صفر زيرو نیست اون توی ویس نمیگه زيرو میگه او تلفظ عدد صفر او هستش مثلا میخوا میگه 5 و 6 بعد شما اگه او رو نشونوی مینیو سی 56 میگه 5 و 6 همین میگه حواست به تلفظ عدد صفر او باشه تلفظ ارقام بچه رقمی رو که میخونه حواستون باشه اگه دو تا مثلا پنج پشت سر هم بیاد نمیگه فای فایو میگه دابل فایو حواست باشه دابل و شنیدی سپرایز نشی یا اشتباه نکنی توی نوشتنش یا میگه دابل سون یا اگه سه تا رقم پشت سر هم بیاد میگه تریپل مثلا سه تا نه باشه میگه تریپل ناین حواستون باشه دو تا باشه میگه دابل سه تا باشه میگه تریپل پس حواستون به تلفظ ارقام باشه رقم ها معمولا توی توی پارت وان آیلتس لیسنینگ میان که نیاز شما بنویسینشون یه چیز دیگه ای که توی پارت وان آیلتس لیسنینگ هست پست کد هست یعنی کد پستی رو میگه بنویسید بچه ها کد پستی هم شامل حرف میشه هم شامل رقم میشه حواستون باشه وقتی میخواین می کد پستی رو بنویسین منتظر شنیدن هم حروف باشین هم ارقام فکر نکنید فقط رقم میخونه ترکیبی از حروف و ارقامه پس اینم تیپس اند تریکس ها برای سوالات جای خالی آیلتس لیسنینگ خب سوالات مپ بچه سوالات مپ اگر تیپس ان تریکس هاش رو یاد بگیرید و رعایت بکنید سوال های ساده ای هستن یعنی میتونید روشون حساب بکنید به عنوان سوالاتی که میتونید درست جواب بدید و نمرشون رو بگیرید یکی از مهمترین تیپس ان تریکس ها برای سوالات آیلس لیسنینگ بخش مپ اینه که اول از همه نقطه شروع رو پیدا کنید اگه نقطه شروع رو پیدا نکنید اصلا نمیفهمید داره چه جوری مسیر رو میگه اول از همه سری نقطه شروع رو پیدا کنید چجوری پیدا کنید یا توی مپ می نویسه یو آر هیر و یه علامت میذاره میگه شما اینجایید یعنی از اونجا میخواد شروع به آدرس دهی بکنه یا میگه استارت هیر یعنی یکی از این دو رو میگه توی سوالات مپ پس تا به مپ رسیدی سری مپ رو آنالیز کن ببین از کجا باید شروع بکنیم یه تیپس اند تریکس دیگه برای مپ اینه که نورث، ساوث، وست و ایست رو بشناسی که همه تقریبا اینو میشناسین ولی زمانی که داری به اون ویس گوش میدی اگه بگه مثلا وست ممکنه خیلی سریع نتونی آنالیز بکنی تا مپ رو میبینیم سری نورث، وست، ایست و ساوث رو شناسایی کن. یعنی چی شناساییش کن یعنی توی مپ معمولا یه ساختمون های قرار میده یه اسم روش می نیمسه. مثلا یه ساختمون میکشه روش می سوپرمارکت نگاه کن ببینین سوپرمارکت تو وست تو ایست تو ساوت تو نورت چون این خیلی به کارت میاد یا مثلا یه ساختمون میکشه روش می سکول ببینین سکوله کجاست کجای نقشه و کجای ساختمون های دیگه که اسم ندارن و شما قرار اسمشون رو بنویسی قرار گرفته یعنی موقعیت اون ساختمون هایی که خودش توی نقشه اسم روشون نوشته نسبت به اون ساختمون ها و اون مکان هایی که قرار شما مکانیابیشون بکنین رو بسنجین نکته ای که توی مپ وجود داره همینه بچه ها تیپس اند تریکس هایی که برای سوالات مپ آیلتس لیسنینگ وجود داره اینها هستن یا مثلا بیشتر جاده رو نامگذاری میکنه مثلا این مین رود ساید رود سریع اینا رو بخونید ببینید کجای اینها ساختمون ها و اون جای خالی هایی که شما قراره لوکیت بکنین قرار گرفتن خب بچه ها انواع سوالات آیلت لیسنینگ رو بهتون گفتم و براتون تیپس اند هایی که برای جواب دادن به سوال های آیلت لیسنینگ برای گرفتن بند ناین وجود داره رو بهتون گفتم اگر این تیپس اند ها رو اجرا بکنید مطمئن باشید نمره بالایی میگیرید اما یه نکته طلایی میخوام بهتون بگم که اون چه کردن نهایی هستش اگر آزمون آیلتس کامپیوتری میدین توی اون دو دقیقه انتهایی باید بدونید چجوری برین اون جوابهاتون رو چک بکنید چک کردن جوابها تنها به معنی نگاه کردن به جوابها نیست یک باید سپلینگ اون کلماتی که نوشتین رو چک کنید معمولا بچه ها مشکل دارن توی اسپلینگ کلمات که من قبلا یه ویدیو پر کردم و بهتون گفتم چجوری مشکل اسپلینگتون رو حل کنید که همینجا این بالا الان لینکش رو میذارم روش کلیک کنید برید ببینید چه جوری باید مشکل اسپلینگتون رو حل کنید و دوم توی اون دو دقیقه چک کردن نهایی آیلتس لیسنینگ شما اون جای خالی هایی که بهتون گفتم میگه چند تا مثلا دو تا کلمه بنویس یا یک کلمه و یه عدد بنویس باید اون کل اون جمله به همراه اون کلمه که خودت نوشتی جمله رو کامل کردی رو بخونی ببینی از لحاظ گرامری درسته این دو, دو دقیقه برای اینه جملاتت رو بخون ببین از لحاظ گرامری این جمله درسته همونجا اگر از لحاظ گرامری اشتباهه فکر کن ببین کجاش اشتباهه جمع شما باید مفرد می نوشتی یا مفرد شما جمع نوشتی یا اصلا شاید یک ورب اونجا نیاز بوده شما اشتباها اجکتیو نوشتی شما توی اون دو دقیقه باید اینا رو چک کنید نه اینکه برین سوالات رو یه دونه یه دونه نگاه کنید برید ببینید آیا اسپلینگتون درسته و آیا جملاتتون از لحاظ گرامری صحیح هستن یا نه؟ بچه این نکاتی بود که برای آیلت لیسنینگ من برای گرفتن بند ناین براتون تهیه کردم اگر سوالی دارین توی کامنت ها برام بنویسین پیج اینستاگرام رو فالو بکنین و با من در ارتباط باشین